سلام و درود به سرویس خبری این ساعت از شبکه جهانی هزار ورد با من بلقیس بهار خوش آمدید. سرخط خبرها: طالبان 1000 زندانی زن داریم. سفر هبت الله به بلخ، شماری از مقام‌های محلی ولایت تبدیل شدند. حمله هوایی بر معدن مس عینک لوگر، طالبان رد کردند. افراد مسلح ناشناس رئیس پیشین ترانسپورت ننگرهار را به قتل رساندند. جبهه مقاومت ملی، دو عضو طالبان در یک حمله در هرات کشته شدند. روزنامه جمهوری اسلامی از خطر نفوذ طالبان به دولت 14 ایران هشدار داد. یک عضو طالبان توسط پدرش کشته شد. طالبان دستور کوچ اجباری حدود 600 خانمان را در ولسوالی دولتیار غور صادر کردند. و خبر اخیر این که وزارت خارجه آمریکا میگوید از درگیری مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کند. مشروع اخبار: مسئولان اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان می‌گویند که آنان 10 تا 11 هزار زندانی از جمله 1000 زن در زندان‌های این گروه دارند. آنان روز یکشنبه 11 سنبله در برنامه حسابدهی طالبان گفتند که این شمار از سوی دادگاه‌های این گروه محکوم به زندان شدند. بر بنیاد اطلاعات اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان، در میان زندانیان 800 تا 900 کودک نیز شاملند. بر اساس گزارش‌ها، پس از سقوط نظام جمهوری، 90 زن در 3 ولایت شمال کشور از سوی طالبان بازداشت و زندانی شدند. به دنبال سفر هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان به بلخ، شماری از مقام‌های محلی این گروه در این ولایت از سمت‌هایشان تبدیل شدند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان، در روز شنبه 10 سنبله از سفر رهبر این گروه به بلخ خبر داده است. سخنگوی والی بلخ با نشر خبرنامه گفته است که هبت الله در این سفر برخی از مسئولان محلی این گروه را جابجا کرده است. طبق خبرنامه، رئیس شورای علمای بلخ، بعث رئیس دانشگاه این ولایت و رئیس دانشگاه به عنوان رئیس معارف منصوب شدند. در همین حال، رئیس معارف این گروه در بلخ بعث رئیس شورای علما و رئیس امر به معروف و نهی از منکر این ولایت با عنوان رئیس ارشاد، حج و اوقاف بلخ تعیین شدند. رهبر غایب طالبان در روزهای اخیر به ولایت‌های بادغیس و بلخ سفر کرده است. در 3 سال اخیر، بخش عمده از فعالیت‌های رهبر طالبان به تعیین، تغییر و جابجایی مسئولان این گروه بر اساس کارنامه‌های دوران جنگشان اختصاص داشته است. منابع محلی در لوگر می‌گویند که بر معدن مس عینک این ولایت حمله هوایی صورت گرفته، اما وزارت معادن و پترولیم طالبان این موضوع را رد کرده است. منابع روز شنبه 10 سنبله گفتند که چند روز پیش بر انجینران چینی معدن مس عینک لوگر حمله هوایی صورت گرفته است. منابع افزودند که این رویداد تلفات نیز در پی داشته است. با این حال، منابع در مورد شمار تلفات جانی این حمله هوایی جزئیات بیشتر ارائه نکردند. مشخص نیست که این حمله توسط کدام کشور یا گروهی صورت گرفته است. در همین حال، وزارت معادن و پترولیم طالبان با نشر پیامی در برگه ایکس خود این رویداد را رد کرده و آن را دروغ خوانده است. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان، در 1 اسد سال روان گفته بود که کار عملی استخراج معدن مس عینک لوگر در اخیرین هفته آغاز خواهد شد. منابع محلی در ننگرهار میگویند که محمد ایوب شرافت، رئیس ترانسپورت این ولایت، در زمان حکومت پیشین بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. یک عضو خانواده آقای شرافت گفته است که موتر حامل او حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه 10 سنبله در شهر جلال آباد هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. به گفته او، هنوز انگیزه قتل رئیس پیشین ترانسپورت ننگرهار روشن نیست. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار تا کنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. بر اساس اطلاعات منابع، او در زمان حکومت پیشین به عنوان رئیس سرحدات و قبایل ننگرهار نیز انجام وظیفه کرده بود، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان مسئولیت دولتی نداشت و کاربار شخصی داشت. موارد قتل از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گوید
که دو عضو قطعی خاص طالبان در حمله نیروهایش در هرات کشته شدند. این جبهه با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود گفته است که این حمله حوالی ساعت 7:30 دقیقه شام دیروز جمعه 9 سنبله در منطقه پل پشتون هرات انجام شده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان افزوده است که افراد کشته شده با لباس شخصی در بین مردم گشت و گذار نموده و به نام امر به معروف به آزار وضعیت مردم بی‌دفاع هرات می پرداختند. این جبهه گفته است که در این حمله به نیروهایش آسیبی نرسیده و جنگ افسارهای طالبان نیز به دست آنان افتاده است. منابع محلی در هرات کشته شدن این دو عضو طالبان را تایید کردند. منابع محلی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب میگویند که یک عضو طالبان توسط پدرش به قتل رسیده است. یک منبع محلی گفت که این عضو طالبان سید محمد نام داشت و امروز شنبه 10 سنبله در روستای بورغن ولسوالی قیصار در یک درگیری خانوادگی کشته شده است. منبع گفته است که سید محمد با یک برادرش در خانه درگیر می شود و در این میان پدرش او را با کلاشینکوف مورد شلیک قرار می دهد. به گفته این منبع گلوله به سر سید محمد اصابت کرده است. دلیل این درگیری تا کنون روشن نیست. به گفته این منابع سید محمد در حوزه 4 امنیتی شهر میمنه کار میکرد. مقام های رسمی طالبان در فاریاب تا کنون درباره قتل این جنگجویش چیزی نگفتند. والی تهران: اتباع غیرمجاز از خدمات شهری و غیر شهری محروم میشوند. علی رضا فخاری والی تهران تاکید کرده است که اتباعی غیرمجاز به صورت ایران را ترک کنند و این افراد از خدمات شهری و غیر شهری محروم شوند. او در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره طرح جمع آوری و ساماندهی اتباعی غیرمجاز گفته است که این در سطح تهران امر جدی و بدیهی بوده که باید انجام شود. فخاری مسئله اسکان و اشتغال اتباع را بسیار مهم دانسته و گفته است در حوزه اشتغال، تعریف و تعیین محل، نوع کیفیت و میزان شغل در دستور کار است و مسئولان به وظایفشان عمل می کنند و متناسب با دست استقرار جمعیت تعریف لازم صورت می پذیرد. و افزوده است که خدماتی که در اختیار اتباع قرار می گیرد متناسب با شرایطشان است. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، حضور مهاجران افغانستان در ایران افزایش یافته است. در همین حال آزار و اذیت مهاجران نیز در ایران افزایش یافته است. روزنامه جمهوری اسلامی از خطر نفوذ طالبان به دولت 14 ایران هشدار داد. انتقام جویی و کوچ اجباری مردم توسط طالبان در 3 سال گذشته به صورت گسترده ادامه داشته است. در تازه ترین مورد، والی طالبان در غور در تبانی با وزارت اقوام و قبایل این گروه دستور تخلیه حدود 600 خانوار را در ولسوالی دولتیار صادر کردند. بر اساس این دستور طالبان، باشندگان بومی منطقه باید به شکل فوری منطقه را ترک کنند. طبق دستور طالبان، هیچ باشنده محل حق انتقال دارایی ها، محصولات زراعتی و حتی دروازه و کلکین های خانهشان را ندارند و باید با دستان خالی منطقه را ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا می گوید که از درگیری های مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کند. یک سخنگوی این وزارت به فاکس نیوز گفت که افغانستان 44 سال درگیر جنگ بوده است و آمریکا نمی خواهد شاهد بازگشت درگیری ها در این کشور باشد. او تاکید کرده افغان ها نیز خواهان تداوم جنگ نیستند. این در حالی است که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد از مبارزه جبهه مقاومت ملی علیه طالبان حمایت می کند. فاکس نیوز روز شنبه نوشت که با توجه به بحران های جهانی متعدد و نزدیک شدن انتخابات رئیس جمهوری جنجالی در آمریکا، به نظر نمی رسد که دولت آمریکا تمایلی به بحث درباره وضعیت افغانستان 3 سال پس از خروج داشته باشد. شبکه فاکس نیوز همچنین اشاره کرده است که مقاومت علیه طالبان همچنان از سوی آمریکا و غرب نادیده گرفته می شود.